بشکه های بی خریدار نفت، کارخانه های خالی و چرخ صنعتی که نمیچرخد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چه بر سر طلای سیاه آمد که زمانی برای خریدنش پول میدادند و حالا برای بردنش؟ چرا نفت آمریکا مفت نمیارزد؟ این سوال را از یک اقتصاددان برجسته ایرانی در آمریکا میپرسیم. ارزانی نفت تنها یکی از اثرات بحران اقتصادی کرونا است. دشمن نامرئی با سفره ها و جیب ها چه خواهد کرد؟ و در ادامه 60 دقیقه شلوغی خیابان‌های تهران با وجود شعار در خانه بمانیم. وزارت بهداشت ایران میگوید جوگیر نشوید. کرونا هنوز کنترل نشده. و دوران کار کردن از خانه، دو مهمان داریم که به نظر از دورکاری بسیار لذت میبرند. اینو فراموش نکن، یکی زن نمونه هیچ وقت از در خونه اصلا بیرون نمیره. مثل که یه مشتی چیزی میخوای همینجا الان بکوبم تو لپت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. تا پریروز خیلی ها فکر میکردند که اوضاع از آن عجیب و غریب تر نمی شود. اما در بازار نفت اتفاقی افتاد که خیلی ها را شوکه کرد. قیمت نفت شاخص آمریکا دیشب برای مدتی به منفی 37 دلار رسید. یعنی تولید کننده نفت حاضر بود یک چیزی هم دستی بدهد تا نفتش را ببرند. چرا؟ علت نبود تقاضا به دلیل بحران کرونا و نداشتن جای کافی برای ذخیره کردن بخشی از نفت تولیدی آمریکا. اما موج سقوط قیمت به اینجا ختم نشد. امروز قیمت نفت برنت و شاخص بازارهای بزرگ سهام هم کاهش چشمگیری داشت. کرونا علاوه بر نفس مبتلایان، نفس اقتصاد جهان را هم تر کرده. بحرانی که میتواند دومینووار نفس بخش‌های دیگر اقتصاد را هم بگیرد. آیا امیدی به بهبود این بیمار عظیم هست؟ این سوال من از مهمان امشب 60 دقیقه است. اول گزارشی ببینیم از کسروناچی. در سئول، پایتخت کره جنوبی، زندگی بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا به حالت عادی برمی‌گردد. اما بازار سهام اینجا روزی پرتلاطم را گذراند. سقوط بی سابقه قیمت نفت خام پایه آمریکا نگرانی‌ها را از چشم‌انداز اقتصادی جهان افزایش داده. نه تنها اینجا که در بازارهای آسیا و اروپا هم. ارزش سهام اینجا بعد از سقوطی چشمگیر در پایان روز معاملات 1% کاهش داشت. سقوط قیمت نفت پایه آمریکا جهان را شوکه کرده. با کاهش نزدیک به 50 دلار قیمت این نفت برای تحویل در ماه مه به منفی 37 دلار رسید. چیزی بی سابقه در تاریخ بازار نفت. اندرو لیبا کارشناس بازار نفت است. او میگوید آنچه که شاهدش هستیم چیزی است که مدت هاست درباره‌اش صحبت بوده، و آن اینکه ذخیره نفت خام در آمریکا به قدری رسیده که دیگر جایی برای ذخیره بیشتر نفت نیست، حتی اگر قیمت نفت به منفی 50 یا 60 دلار برسد. تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، کسب و کار و قطع رفت و آمد باعث سقوط تقاضا برای نفت خام در جهان و در آمریکا شده، در حالی که تولید همچنان در سطحی بالاست. حالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ممکن است واردات نفت از عربستان را ممنوع کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت بخش مهمی از آنچه که در بازار اتفاق افتاده نتیجه سوداگری معامله‌گران در بازار نفت است. او میگوید قیمت نفت خام برای تحویل در ماه ژوئن حدود 25 دلار است، و اضافه میکند که با کاهش تولید نفت عربستان، روسیه، مکزیک و سایر کشورهای تولید کننده و با از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در گوش و کنار جهان و در آمریکا، تقاضا برای نفت دوباره افزایش خواهد یافت. وزیران نفت اوپک و سایر تولید کنندگان نفت از جمله روسیه در ویدیو کنفرانس اخیرشان توافق کردند که تولید نفت را حدود 10 میلیون بشکه در روز کاهش بدهند. حدود 10% از تولید جهانی. اگرچه حالا معلوم شده که با سقوط تقاضا این میزان کاهش کافی نیست. امروز روسیه و عربستان، دو تولید کننده بزرگ نفت، در اطلاعیه مشترکی گفتند برای بازگرداندن ثبات به بازار هر کاری که لازم باشد خواهند کرد. سقوط تاریخی و بی‌سابقه نفت برای کشورهایی مثل عراق فاجعه بار خواهد بود که اقتصادشان کاملا وابسته به صادرات نفت است.
در بازارها امروز نفت این کشورها و نفت برنت حدود 20 دلار معامله شد و قیمت نفت پایه آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن به بالای صفر برگشت. با این امید که تولید جهانی تا آن موقع کم شود، تقاضای جهانی بالا برود و آمریکا جایی برای ذخیره نفت پیدا کند. کسرانجی بی بی سی. هاشم پسران، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی از لس آنجلس با ماست. آقای پسران، خوش آمدید به برنامه. الان که با شما صحبت می‌کنم، نفت آمریکا به بشکه 11 دلار رسید، یعنی به نظر میاد که تونست خودش رو بکشه بالا. آیا میشه امیدوار بود که این شوک از بازار گرفته شده؟ نازو کار قیمت نفتی که شما بهش اشاره می‌کنید، قیمت نفت بازارهای آینده هست. یعنی قیمت دیروز مال در بازار ماه می که بود که امروز تبدیل میشه به ماه بعدتر. یعنی قیمت ها فقط مربوط به قیمت بشکه نفت امروز نیست، برای در واقع قیمت نفت برای آینده هست. بنابراین این قیمت تغییری نکرده اونجوری. یعنی مثلا اگر مثلا من به شما بگم من به شما نفتتون رو هفته دیگه میدم و شما جا نداشت باشین اینو در ذخیره کنید، خب باید یه نفر در واقع پولی بدید که این نفت رو از شما به یه جا دیگه ببرن. بنابراین فرق میکنه، این قیمت نفت حالا نیست. بهترین قیمت نفت در بازار برنت شمال دریای شمال هست که اون حدود 25 دلاره، 22 دلاره. فرق میکنه هر جا که میدونید. آقای پسران، برنت هم امروز کاهش داشت. فکر میکنید که این روند کاهشی که نفت آمریکا شاهدش بود چه تأثیری بر بقیه بازارهای نفت از جمله نفت خاورمیانه ممکنه بذاره؟ میدونید بازارها تلاطم‌های زیادی دارن و تا نبینن که عرضه نفت از طرف عربستان سعودی و روسیه و حتی کشورهای مثل آمریکا اینا به خودشون اینا عرضه رو بیارن پایین، بازار تلاطم خواهد داشت و من فکر نمی‌کنم به این زودی تلاطم از بین بره. ولی نباید ما نگران تلاطم بازار باشیم این همه، برای که بیشتر باید نگاه بکنیم که چجوری مقابله میکنیم با این ویروس، با این دشمنی که همه ملت‌ها باش دست بگیریم بگیرن. هر چی که ما بتونیم با این بهتر مقابله بکنیم، خب بازار خودش یه حالت نسبی به ثبات خواهد رسید. من فکر میکنم این مسائل در کوتاه مدت نبایستی زیاد متأثر بشیم ازش در حال حاضر. این خب اونایی که در واقع در بازارها دارن فعالیت میکنن به طب خب متأثر این مسئله هستن، ولی مردم عادی خوشبختانه در این زمینه به اندازه‌ای حفظ میشن در مقابل این تلاطم‌ها. آقای پسران، در داخل آمریکا چه تأثیری ممکنه داشته باشه؟ به این دلیل که گفته میشه که دست کم 10 میلیون نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با صنعت نفت آمریکا همکاری میکنند. این خیلی مهمه، درسته. میدونید آمریکا خیلی سعی کرده اون عرضه نفت خودشو بالا ببره که خودکفا بشه از نفت خلیج فارس و جاهای دیگه و این موفق بودن. ولی خب این موفقیتشون برای این بوده که قیمت تولید نفتشون و هزینه تولید نفت اینجا بالا هست. همچنین می‌بینید از شیل اویل هست و هزینه بین 41 دلار تا 55 دلار تخمین شده که این هزینه داره. خب موقعی قیمت نفت زیر 40 دلار میرسه، به تبع این شرکت‌های تولیدی نفت در آمریکا که به خصوص در سطح پایین هستند و فعالیت میکنن خیلی متاثر خواهند شد و این به نظر من لطمه عمده‌ای به اقتصاد آمریکا خواهد زد که اگر ویروس هم بتونن فائق براش بشن، مسئله صنعت نفت آمریکا یک مسئله عمده‌ای برای دولت آمریکا خواهد بود، حداقل برای 2 سال آینده. بسیاری از کارشناسا معتقدند که یکی از علل کاهش فروش کاهش تقاضا بوده، کاهش سفرهای هوایی و سفرهای زمینی. اگر که در واقع این قرنطینه ناشی از ویروس ادامه پیدا بکنه و حتی اگر قرنطینه رفع بشه، فکر می‌کنید که به سرعت میتونه برگرده بازار به حالت عادی یا اینکه زمان میبره؟ نه، زمان میبره. برای که عرضه نفت در سطح جهانی خیلی در سطح بالایی بود، به هر حال فشار بود که قیمت نفت بیفته و این همچون که خودتونم گفتید اثرات بازگشت
به حالت عادی یه مقدار اتفاق خواهد افتاد، ولی در اون سطحی نخواهد بود که ما برگردیم به حالت مثلا سه ماه پیش در آمریکا. من فکر میکنم این اقلا یک سال و نیم طول میکشه، به خصوص در زمینهای مربوط به نفت و مسافرت و تجارت های بین‌المللی. اینها مراحل بعدی عادی شدنه. مرحله اول عادی شدن اون در واقع دانشگاه هستن، مدارس هستن، تجمعات هستن، اونها بیشتر مورد توجه خواهد بود تا مسافرت و در واقع تجارت و غیره، مگر که تجارت مربوط بشه به خدماتی که لازم الزامی است، نه خدماتی که ممکنه برای مسافرت باشه و غیره. میدونید یعنی یه نوع حالتی خواهد بود که عادی نخواهیم بود، یه حالت جدیدی خواهد بود تا اینکه واکسین پیدا بشه، مداوای این کرونا پیدا بشه. اینها الان همونجور که خودتون میدونید عدم اطمینانی در موردش نیست، ممکنه یک سال طول بکشه، ممکنه بیشتر. تا اون زمان این رویه که ما درش داریم شروع میکنیم با این شدت نخواهد بود، ولی در همین رویه ادامه خواهد داشت. آقای پسران، بسیار از کارشناسان پیش از این هم هشدار میدادند که مازاد تولید نفت در جهان به هر حال داره به یه مرحله میرسه که شاید به زودی واقعا جهان غنی بشه و نیاز آنچنانی به نفت نداشته باشه. فکر میکنید که آیا اساسا ممکنه برگردیم به روزی که نفت بشکه 70-80 دلار میارزید، یا اینکه اصولا داریم میریم به سمت کاهش آرام قیمت نفت؟ ولی من فکر میکنم برمیگردیم به ممکنه نه 80 دلار 60 دلار. دلیلش هم اینه که همونجوری که عرض کردم تولید نفت در آمریکا برای این از طریق شیل اول حدود 40 تا 50 دلار هزینه شه. بنابراین اگر قیمت نفت زیر 40 دلار قرار بگیره برای مدت طولانی، تمام این تولید کننده ها ارزششون رو در واقع به صفر میرسونن، و چون این عرض اینا پایین میاد، بنابراین تقاضای نفت که در بالا خواهد رفت بعد از ویروس، مسئله ویروس حل بشه، خود به خود یه تعادل جدیدی ایجاد میشه. البته ما دیگه فکر نکنم به نفت به 80 دلار 90 دلار اونایی که قبلا دیدیم به اون برسه، مگر یه شرایط خیلی استثنایی پیش بیاد. بنابراین من فکر میکنم نفت بین حدود بین 30 تا 60 دلار نوسان پیدا کنه برای مثلا برای 10 سال آینده. یعنی اینجوری نه که به نفع طرف صفر میل کنه یا به خیلی بالا بره. به نظرم سپاسگزارم. هاشم پسران، اقتصاددان با ما. خیلی ممنون. با طولانی شدن دوران قرنطینه، نگرانی از پیامدهای منفی تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی در بعضی از کشورها بالا گرفته. عده‌ای بازگشت هرچه سریع‌تر به شرایط عادی را ضروری می‌دانند و می‌گویند عواقب قرنطینه طولانی شاید از تبعات شیوع ویروس کرونا بدتر باشد. عده دیگری هم هشدار دادند که حذف زود هنگام محدودیت‌ها می‌تواند به اوج‌گیری دوباره شیوع و طولانی‌تر شدن دوران رکود اقتصادی بیانجامد. برای گفتگوی بیشتر در این باره با استیون هانکه، استیو هانکه استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز از بالتیمور هستیم. آقای هانکه، استدلال ابتدایی این بود که حفظ جان آدم‌ها مهمتر از حفظ اقتصاد جهانه، اما هر چی که میگذره میبینیم که نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد جهان و تبعات و تلفات جانی که میتونه داشته باشه بیشتر و بیشتر میشه. فکر نمی‌کنید این بحث برای بازگشایی و لغو قرنطینه رو تقویت می‌کنه؟ شما باید به کشورهای نگاه کنید که موفق بودند در تعدیل زیانها و آسیبهای کرونا. همه این کشورها اقتصادهایی بودند که بر اساس بازار آزاد بنا شدند، دولتهایی که کارآمد بودند، دولتهایی که این توانایی رو داشتند که تست‌های گسترده انجام بدن، موارد ابتلا رو ردیابی بکنن و هدفمند برنامه مقابله با کرونا رو پیش ببرن. بنابراین به شکلی که هر کسی که این ویروس کرونا رو داره بتونه در یک نقطه به دور از بقیه جمعیت قرنطینه بشه.
اما در عین حال هم همین دولت ها موفق شدن که مثلا اقتصادها رو در جریان نگه دارن. مثلا به سوئد نگاه بکنید، سفارتخونه ها بازن، مدارس بازن، ولی در نهایت تونستن به شکلی مؤثر شیوع ویروس کرونا رو مهار بکنن. این واقع بحث سبک سنگین کردن هست. شما همونطور که خودتون در مقدمتون گفتین، میتونین بعضی کارها رو هوشمندانه و به شکل کارآمد و به طور همزمان انجام بدین، یعنی هم اقتصاد رو از سر بگیرین، هم در عین حال از مردم در برابر ویروس کرونا حفاظت بکنین. در کشورهای مثل سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ، سوئد، دانمارک و آلمان این کار رو انجام دادن. آقای هان، که بسیاری از اقتصاددان ها میگن که بحران پس از کرونا و رکودی که ممکنه جهان رو درگیر بکنه حتی ممکنه وسیع‌تر و فراگیرتر از رکود گسترده سده پیش باشه. فکر میکنید که چنین پیشبینی درسته؟ فکر میکنید واقعا شاهد یک رکود جهانی خواهیم بود؟ بله، من اصلا فکر میکنم ما همین الان در این رکود اقتصادی هستیم. شما میبینید که قوی ترین اقتصادهای دنیا الان تحت تاثیر کرونا عملا چرخهاشون به توقف در اومده. خیلی از اقتصادها کاملا تعطیل شدن. بنابراین همین الان ما در یک رکود شدید اقتصادی به سر میبریم. اما سوال اینجاست که چقدر این توقف اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. هر چقدر که بیشتر ادامه پیدا بکنه، این رکود هم عمیق‌تر و شدیدتر خواهد بود. اگه ما بتونیم کاری رو بکنیم که آلمان‌ها کردن، همین آغاز این هفته، یعنی یه شنبه دوشنبه، که بعضی مراکز رو به شکل هوشمند و کارآمد آروم آروم و تدریجی باز کردن و کشورهای دیگه هم از همین رویه پیروی بکنن، مسلماً رکود اونقدر شدید و عمیق نخواهد بود. اما هر چقدر اقتصاد رو بیشتر متوقف نگه دارین، مسلماً رکود هم بیشتر خواهد بود. چشم‌انداز اقتصادهای ضعیف‌تر به نظر شما چطوره؟ مشخصاً ایران که تحت تحریم‌های شدید اقتصادی، شاهد کاهش قیمت نفت و بحران اقتصادی شدید داشت پیش از این هم. از برخی جهات بعضی از همین کشورهایی که گفتین مثل ایران اقتصادهایی دارند که دولت بیشتر از همه در اون دست داره. بنابراین بازار آزاد به اون معنی در ایران واقعا وجود نداره. اقتصاد خیلی انعطاف پذیری نیستش و نمیتونه خیلی سریع خودش رو تطبیق بده و بر همه این یه مشکل داره. از طرف دیگه شما تحریم ها رو هم دارین که علیه ایران و آمریکا وضع کرده. در این حال بحران کاهش بهای نفت رو هم دارین که به هر حال به ایران ضرر میزنه. برای همین متاسفانه ایران در پایین این هرم هست. بعد شما علاوه بر همه اینها بحث ویروس رو هم وارد این معادله بکنید که ایران رو نمیتونه کامل اون تست ها رو انجام بده، نمیتونه مثل بقیه کشورها به اون گستردگی این تست ها رو انجام بده. همه اینها مجموعا یک فاجعه به وجود میاره. متشکرم. استیو هانکه، استاد اقتصاد با ما. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هشدار دادند که بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است به وخامت دوران رکود بزرگ در دهه 1930 میلادی باشد. بحرانی که بیکاری دست کم 15 میلیون نفر را در آمریکا به همراه داشت و تولیدات صنعتی در جهان را به نصف کاهش داد. تبعات بین‌المللی آن بحران دامن بخشهایی از اقتصاد ایران را هم گرفت، بخشهایی را که با صادرات سر و کار داشتند. اما دولت وقت تدابیر خودش را برای مقابله با این بحران داشت. خشایار جنیدی به آن دوران نگاهی انداخته. ۲۹ اکتبر ۱۹۲۹، ۷ آبان ۱۳۰۸، روزی که بورس نیویورک به خاک سیاه نشست. در پی به زمین خوردن بورس لندن و چند هفته تلاطم در بازارهای مالی، سرمایه گذاران برای فروش سهامشان هجوم آورده بودند.
اقتصاد آمریکا در سرازیری تندی افتاده بود و طی 3 سال هزاران بانک ورشکست شدند و پولهای صاحبانشان دود شد. میلیون‌ها نفر بیکار شدند و هزاران کارخانه تعطیل. صف‌های طولانی در برابر خیریه‌ها برای دریافت غذا به نمادی از آن دوران سیاه تبدیل شده. نمادی از رکود بزرگ. یکی از معضلات بزرگ این بحران افزایش شمار چشمگیر بیکاران بود. در ایالات متحده آمریکا با 25% بالاترین نرخ بیکاری رو ما داشتیم و بعد کشورهایی مثل آلمان و بریتانیا. پس لرزه‌های رکود بزرگ در آمریکا اقتصاد اروپا را هم ویران کرد. صدها بانک در اتریش و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ورشکست شدند. کارخانه‌های بیشماری تعطیل و میلیون‌ها نفر به سپاه عظیم بیکاران در سراسر این قاره اضافه شدند. این بحران جهانی بود. ایران هم بی نصیب نماند. در ایران نخست صنایع قالی‌بافی و ابریشم‌بافی ایران بود که مورد تهدید قرار گرفت. در صنعت قالی ما 15,000 یه باره بیکار داشتیم و در صنعت ابریشم‌بافی 5,000 بیکار. تقاضای جهانی برای نفت ایران هم کم شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس 15,000 نفر از کارکنانش را اخراج کرد. ایران در آن سالها تازه از خاکستر فلاکت و قحطی بزرگ جنگ جهانی اول برخاسته بود و با قدرت گرفتن رضا شاه نظم جدیدی را تجربه می کرد. اقتصاد ضعیف ایران دوباره در معرض فروپاشی قرار گرفته بود. در اسفند 1308 یعنی همزمان با این بحران که رپرپش حالا به ایران رسیده بود، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه تشکیل میشه به جای وزارت فواید عامه و قرار میشه که هم اقتصاد ملی و وزارت راه با یک برنامه بسیار بسیار شتابانی به مشکلات تلمبار شده ایران از پیش و رو به افزایش این زمان ایران پاسخ بدن. صادرات محصولات کشاورزی و خشکبار ایران هم آسیب دیده بود و دولت برای کمک به کشاورزان وارد عمل شد. یک بانک کشاورزی که اون زمان نام فلاحتی بهش دادند برپا شد و قرار شد که این بانک کشاورزی کمک بده به کشاورزا که بتونن در حقیقت به نوعی تولیدات کشاورزی خودشون رو همچنان حتی در یک نرخ پایین‌تر ادامه بدن. از سوی دیگر دولت با انحصاری کردن تجارت خارجی و دریافت تعرفه‌های بازرگانی سعی کرد منابع مالی لازم را برای صنعتی کردن کشور فراهم کند. رضا شاه که در پی منابع مالی بیشتر بود با شرکت نفت ایران و انگلیس قرارداد جدیدی را امضا کرد تا درآمدهای نفتی افزایش یابد. 13 کارخونه در این دوران در ایران شکل میگیره، درست میشه و خب شمار تعداد کسانی که در این کارخونه ها کار میکنن افزایش پیدا میکنه. فشار بر اقتصاد ایران به فرصتی برای سر و سامان دادن به آن تبدیل شده بود. در آمریکا هم تبعات رکود بزرگ دامن جمهوری خواهان را گرفت و فرانکلین روزولت دموکرات در انتخابات سال 1932 به پیروزی رسید. سیاست های اقتصادی و مالی او میلیاردها دلار به اقتصاد ورشکسته آمریکا تزریق کرد تا چرخهای آن بار دیگر به گردش در بیاید. در اروپا هم وضع به تدریج بهتر می شد، اما نتیجه این بحران که تا آغاز جنگ جهانی دوم دیده می شد به قدرت گرفتن آدولف هیتلر در آلمان کمک بزرگی کرد. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن.
روزبه علی آبادی عضو شرکت مشاوران رشد جهانی GGA از نیویورک با ماست. آقای علی آبادی خوش آمدید به برنامه. شنیدیم در گزارش همکارم که در رکود اقتصادی 1920 ایران هم بی نصیب نبود و آسیب دید از اون رکود. این بار فکر میکنید سهم ایران از رکود اقتصاد جهانی چه خواهد بود؟ فکر کنم خیلی الان زوده که بخوایم جواب این سوال رو بدیم، به دلیل اینکه ما هنوز وارد رکود نشدیم. متاسفانه امروز دنیا به یک شکل من فکر می‌کنم خیلی تاریک و ناامید کننده وارد یک ایست قلبی شده، و تا زمانی که ما از این شرایط لاکداون یا از این شرایط روز که هنوز واکسنی برای بیماری کووید 19 پیدا نشده بیایم بیرون، نمیتونیم بگیم عمق این زخم یا خسارت اجتماعی اقتصادی یا حتی سیاسی این ساختار سیاسی به چه شکل خواهد بود. تنها کاری که میتونیم بکنیم این هستش که ببینیم که کشورها با نوع ساختاری که دارن، ساختار اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، به چه شکلی خودشون رو دارن تغییر میدن با شرایطی که به وجود اومده امروز. در آن واحد هم خواهیم دید که ما از نظر اقتصادی هم حتی نوع ارزش گذاریمون روی شرکت ها، روی ترند های مختلف تغییر کرده. به عنوان مثال امروز میبینیم اپلیکیشنی مثل زوم که ویدیو کنفرانس انجام میده، ارزش کلیش از کل ناوگان هوایی سیویل یا مسافربری آمریکا امروز بیشتره به دلیل تقاضای بیشتر. پس فکر میکنم ما نمیتونیم در ایست قلبی پردیکشن خاصی داشته باشیم نسبت به آینده یا نوع این زخم اقتصادی. آقای علی‌آبادی، در رابطه با تلاطم بازار نفت فکر میکنید که با توجه به روندی که کاهش قیمت نفت داشته، اساساً اگر که در ماه نوامبر فرضاً دونالد ترامپ رای نیاره و تحریم‌های ایران لغو هم بشه، ایران آیا درآمد نفتی قابل اتکایی خواهد داشت؟ باز هم بستگی داره. خب ما میدونیم امروز آقای ترامپ روی مسئله شلگس یا نفت شل در آمریکا که بیشتر در ایالت‌های مثل تگزاس، پنسیلوانیا، اوهایو، حتی نیویورک هستش، بسیار حساسه، به دلیلی که بیش از 10 میلیون شغل در آمریکا امروز وابسته هستش به این نوع وکارهای مربوط به انرژی. ما بیش از 4000 شرکت انرژی داریم در آمریکا، شرکت‌های کوچک انرژی و نفتی که دارن در این عرصه فعالیت می‌کنن. ولی مسئله دیگه‌ای که شما بهش اشاره کردین درآمد نفت هستش. به هر حال هم آقای پروفسور پسران و هم پروفسور هنکر در این رابطه صحبت کردن. ما خیلی زوده که بتونیم بگیم قیمت فروش نفت در بازار تا چه حد خواهد بود. این بستگی به رشد اقتصادی داره. ما این مسئله‌ای که ما می‌دونیم تا به امروز رشد اقتصادی ریکاور نخواهد کرد به دوران پیش از برجام تا چند سال آینده، شاید تا دهه آینده. پس در نتیجه من فکر می‌کنم خواسته نفت هم در بازارهای دنیا، بازارهای نوظهور، بازارهایی مثل بازارهای آسیا و چین به طور کلی کمتر خواهد شد. خب تا چه حد بتونن اقتصادهای مختلف مثل ایران از این بهره ببرن اگر تحریم‌ها برداشته بشه، من فکر کنم بسیار کار سختیه. امروز کشوری مثل ایران که در منطقه پرتلاطم خاورمیانه وجود داره یا غرب آسیا وجود داره، فکر می‌کنم استراتژی یا راهبردش رو بر اساس این گذاشته که تا حد زیادی بتونه این بحران رو مدیریت بکنه به شکل داخلی. می‌بینیم امروز ایران از بازار بین‌المللی کاملا جدا هستش به خاطر تحریم‌ها، و به شکل خاصی دولت داره سعی می‌کنه کسری بودجه‌اش رو تامین بکنه با ورود به بازار بورس. مثلا ما شرکت شستا رو دیدیم که وارد بازار بورس شد، 50% شرکت شستا. در چند هفته آینده شرکت‌های دیگه‌ای رو خواهیم دید که دولت وارد بازار بورس خواهد کرد، که هم به جامعه سعی بکنه این امنیت فکری به نظر من ولی کوتاه مدت رو بده که ما میتونیم اقتصاد داخلی داشته باشیم که رونق پیدا بکنه، و این باعث میشه جلوی دیوالیو شدن یا کاهش ارزش ریال رو بگیره و تا حدی هم بتونه بازار ایران رو در یک حالت کریتیکال کر نگه داره تا چند ماه آینده که ببینیم تا نوامبر چه اتفاقی میفته. نقش عربستان رو چطور میبینید در این تلاطم؟ متاسفانه عربستان در چند سال گذشته با ولیعهد جوانش آقای محمد بن سلمان یا MBS تلاش هایی که کردش، و این تلاش ها منجر به کاهش ذخایر ارزی عربستان شد. اولین کاری که عربستان کرد و با محمد بن سلمان کرد این بودش که شروع کرد پروژه های سمبولیک زیرساختی در کشور انجام بده که مقدار زیادی میبینیم کاهش داد این ذخایر ارزی.
بعد خرید اسلحه از آمریکا بود، وارد شدن به جنگ یمن بود و زمانبندی آی پی او کردن یا ورود آرامکو به بازار بورس بازار بورس بودش که برای محمد بن سلمان نتیجه خیلی خوبی نداشت. امروز حتی ما می‌بینیم عربستان یا حتی می‌بینیم بخش خانواده آل سعود که درآمدهای غیر نفتی رو کنترل می‌کنن مثل توریسم مذهبی، خب امروز به دلیل کووید 19 این درآمدها به صفر رسیده و ما توریسم مذهبی در عربستان نمی‌بینیم. پس در نتیجه من فکر می‌کنم آقای بن سلمان و عربستان هم دچار یک تلاطم شدید ساختار سیاسی شده و فکر می‌کنیم ما حتی در عربستان که با جمعیتی بیش از 30 میلیون داره، ما نباید عربستان رو به عنوان فقط یک کشور پولدار و دارای سرمایه نفتی ببینیم. ما قشر بسیار آسیب‌پذیر هم در عربستان داریم. من فکر می‌کنم ما یک مقدار شاهد میزان مهاجرت قشر آسیب‌پذیر عربستان سعودی به کشورهای خلیج فارس از جمله امارات متحده، عمان و قطر باشیم تا سالهای آینده که فکر می‌کنم تأثیرات خیلی فاحشی داشته باشه روی نوع یا ساختار جمعیت در کشورهای حاشیه خلیج فارس. متشکرم. روز به علی آبادی. وزارت بهداشت ایران به مردم هشدار داده که جو زده نشوند و شعار در خانه بمانیم را جدی بگیرند. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته ویروس کرونا هنوز کنترل نشده و اگر میزان رفت و آمدها کنترل نشود شیوع دوباره سرعت میگیرد. طبق آمار رسمی در 24 ساعت گذشته نزدیک به 1300 مورد ابتلای جدید شناسایی شده و 88 نفر دیگر به دلیل این ویروس جانشان را از دست دادند. به این ترتیب شمار کلی مبتلایان به بیش از 80,000 نفر و شمار قربانیان به حدود 5300 نفر رسیده. هرچند که مسئولان غیر دولتی و منابع محلی شمار واقعی را خیلی بیشتر از اینها می‌دانند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ترافیک تهران مثل همیشه سنگین است. انگار نه انگار که در میانه بحران شیوع ویروس کرونا هستیم. در کشاکش جهانی دولت‌ها بین حفظ سلامت عمومی و سرگیری فعالیت‌های اقتصادی، در ایران دومی برنده شده. دولت رسماً میگوید هدفش تأمین هر دو هدف است. از یه طرف به خاطر معیشت و اقتصاد مردم دولت مجبور بازگشایی رو بکنه، از این طرف مردم نباید جوزده بشن. در اینجا جوزدگی یعنی عادی فرض کردن شرایط، کاری که خودداری از آن در محیط‌های پر ازدحام شهری عملاً شدنی نیست. درست نباید اینجا که جا خالی بشه. یعنی به نظر شما ویروس اینطوری میاد میره؟ در بعضی مراسم و تشریفات رسمی کشور فاصله گذاری اجتماعی به شکلی نمادین رعایت می شود. ولی نمادین چون برای حفظ ظواهر است، نه اینکه همیشه و همه جا در طول این مراسم. مثلا مجلس ایران که رئیسش علی لاریجانی هنوز با کرونا دست و پنجه نرم می کند، نمونه خوبی از فاصله گذاری اجتماعی در ایران نیست. نگرانی دیگر از شروع سفرها و سیاحت‌های مردم بین استان‌هاست که از دیروز شروع شده و مخصوصاً باعث نگرانی مسئولان استان‌هایی مثل مازندران شده است، مناطقی که خاطرات تلخ اسفند ماه را به یاد دارند. یکی دو روز گذشته و مخصوصاً امروز ما اخبار بدی رو داشتیم از بابت تعداد و میزان حضور و به اصطلاح ترافیک سنگینی که در بعضی از محورهای ما ایجاد شده و این واقعا ما رو نگران میکنه. خواهش میکنیم که بالاخره همینطور وضعیت رو غیر عادی بدونن و باز توصیه میکنیم و تاکید میکنیم که تشریف نیارن تو استان مازندران. سه استانه که مهمه و ما نگرانشون هستیم، اتفاقا مقصد گردشگری هم هستن. استان مازندران، اردبیل و آذربایجان غربی. پلیس راه میگوید در طول فروردین ماه محدودیت‌های سفر نه فقط باعث جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شد، بلکه 600 نفر نسبت به سال گذشته کمتر در جاده‌های ایران کشته شدند. 600 نفر که تقدیر آنها به خاطر بحران کرونا این بود که زنده بمانند، ولی حداقل 5297 نفر که طبق آمار رسمی دولت تاکنون جانشان را به خاطر کرونا از دست دادند. هرچند خیلی از مسئولان غیر دولتی و منابع محلی معتقدند شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر است. سیاوش اردلان، بی بی سی.
رئیس جمهوری آمریکا در توییتی اعلام کرد هر گونه مهاجرت به آمریکا را موقتاً ممنوع می‌کند تا جلوی گسترش شیوع ویروس کرونا و همینطور بالا رفتن بیکاری را بگیرد. همزمان سازمان جهانی بهداشت نسبت به کاستن زودهنگام از محدودیت‌ها در فعالیت‌های اجتماعی هشدار داده و اعلام کرده که پایان دادن به قرنطینه باید به صورت تدریجی انجام گیرد. در بریتانیا هم اداره ملی آمار اعلام کرده شمار مرگ و میرهای ناشی از کرونا احتمالاً بسیار بیشتر از ارقامی است که وزارت بهداشت اعلام کرده. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. برگرد چین، فریاد زن آمریکایی معترض به قرنطینه بر سر پرستار حامی قرنطینه در شهر دنور، ایالت کلرادو آمریکا. این نما که کاربران سراسر جهان مجازی هم رسانیش می‌کنند، چهره ای از آمریکایی است که دونالد ترامپ برای انتخابات پاییز پیش رو رویش حساب می‌کند. توییت او درباره اینکه درهای ایالات متحده را می‌خواهد به روی مهاجران ببندد در همین راستا ارزیابی می‌شود. به شمار تظاهرات علیه قرنطینه در گوشه و کنار آمریکا پیوسته افزوده می‌شود. آقای ترامپ هم تشویق و تحسینشان می‌کند. برای او اقتصاد حرف اول را می‌زند. راهکارش برای اقتصاد این است که مردم هر چه زودتر سر کارشان برگردند. همین چیزی که این تظاهر کنندگان می‌خواهند. دونالد ترامپ در توییت خود گفته که هدفش از بستن باب مهاجرت حفظ بازار کار برای آمریکایی‌ها نیز هست. انگیزه این تظاهر کنندگان نیز ترس از بیکاری و بیپولی است. در همین ایام قرنطینه 20 میلیون نفر در آمریکا اعلام کردند که کارشان را از دست داده‌اند. تقریبا معادل همه فرصت‌های تازه شغلی که در 10 سال گذشته در آمریکا به بازار کار افزوده شده. فعلا بحث حقوقی جریان دارد که آیا اصلا رئیس جمهور قانونا میتواند فرمان جلوگیری از مهاجرت را ولو موقتا صادر کند؟ آنچه به کمک دونالد ترامپ میآید وضعیت اضطراری بهداشت کشور است که قانون را در آن میتوان قانوناً نادیده گرفت. با همین اختیارات وضعیت فوق‌العاده است که در دوران کرونا هزاران مهاجر غیر قانونی را لب مرز مکزیک برده و گفتند به سلامت. نبض اقتصاد آمریکا در وال استریت نیویورک میتپد که این نمای روز اول هفته آن است. هیچ تپشی ندارد. اما در ایالاتی که مانند نیویورک فرماندارشان دموکرات نیست، با استفاده از اختیاراتی که دونالد ترامپ به آنها داده، پایان قرنطینه را آغاز کردند. در کارولینای جنوبی مغازه‌ها باز شدند. در جورجیا حتی سینماها و غذاخوری‌ها و باشگاه‌های بدنسازی و آرایشگاه‌ها هم از پس فردا می‌توانند باز کنند. البته با رعایت فاصله. در این میان سازمان جهانی بهداشت که دونالد ترامپ خیلی از آن خوشش نمی‌آید، علیه شل کردن زودهنگام قرنطینه هشدار داده. دبیر کل سازمان می‌گوید کاهش محدودیت‌ها به معنای مهار ویروس کرونا نیست. داستان هنوز ادامه دارد. مرتضی فرهمند، BBC. امروز شایان سعیدپور، کودک مجرمی در زندان شهرستان سقز در استان کردستان اعدام شد. او هنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سال داشت و به قصاص محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانش میگوید در سال گذشته 4 نفر که هنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سال بودند در ایران اعدام شدند. این سازمان میگوید ایران با 251 اعدام در سال 2019 میلادی بعد از چین رتبه دوم در اعدام را در جهان دارد. ژیار گل گزارش میدهد. استراب، وحشت و خشونت. لحظه اعدام زندانیان. این بخشی از فیلم متری 6.5 به بازیگری نوید محمدزاده است که دقیقه آخر زندگی زندانیان اعدامی را به تصویر کشانده. سال گذشته این صحنه‌ها در سراسر ایران 251 بار تکرار شدند. امروز صبح شایان سعیدپور 23 ساله
این دقایق را در زندان مرکزی سقز در استان کردستان تجربه کرد. فعالان حقوق بشر میگویند هنگام وقوع قتل شایان زیر 18 سال بوده و اعدام او نقض آشکار تعهدات بین المللی ایران است. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن و بنابراین کودک بودن استفاده میکنه. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن اکیداً در این معاهده های بین المللی ممنوع شده. شایان سعیدپور یکی از 74 زندانی بود که 8 فروردین توانست از زندان سقز بگریزد، اما دوباره دستگیر شد و حکم اعدام او امروز اجرا شد. اما محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب کردستان گفته او هنگام ارتکاب به قتل بالغ و عاقل بوده است. این نوع اظهار دادستان که یک بیانیه رسمی، یک عمل رسمی دولت میتونه محسوب میشه، مغایر تمام تعهدات دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک هستش. متاسفانه ایشون یک چهره امنیتی هستن بیشتر تا یک چهره قضایی. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود کشورهایی را که بالاترین اعدامها را داشتند کشورهای جلاد خطاب کرده است. جمهوری اسلامی ایران پس از چین با 251 اعدام بالاترین اعدامها را در سطح جهان داشته. ایران جز یک اقلیت کوچک در جهانه که همچنان از مجازات اعدام استفاده میکنه. بر اساس تحقیقات عفو بین الملل در سال 2019 فقط 20 کشور همچنان دست به مجازات اعدام زدن و 86% از کل اعدام ها در جهان توسط 4 کشور ایران، عربستان سعودی، عراق و مصر صورت گرفت. سال گذشته محمد علی نجفی شهردار سابق تهران به قتل همسر دومش میترا استاد اعتراف کرد. دادگاه او را به قصاص محکوم کرد، اما وکلای او توانستند اولیای دم را راضی کنند تا از درخواست قصاص بگذرند. فعالان حقوق بشر میگویند اکثر افرادی که در ایران اعدام میشوند همچون آقای نجفی قدرت و توانایی مالی ندارند تا شاکیان پرونده را راضی به گذشت کنند. بر اساس تجربیاتی که از نزدیک با توجه به اینکه در سازمان بازرسی کل کشور بودم و عضویتی که در کمیته نظارت بر حقوق شهروندی داشتم، بازرسی‌هایی که از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها داشتیم مشخص بود که کسانی که مرتکب قتل عمد میشن طبقه اجتماعی ضعیفی بودن، متأسفانه فاقد تحصیلات لازم بودن و اینکه دولت حمایت‌های کافی رو در سنین مختلف از اینها به عمل نیاورده بود. دو هفته پیش مصطفی سلیمی یکی از زندانیان فراری سقز هم اعدام شد. او که 17 سال در زندان بود به جرم محاربه و درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی اعدام شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران حکم قصاص را برای اجرای عدالت و پیشگیری از جرم ضروری می‌دانند. اما بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری اعدام را عملی غیر انسانی می‌خوانند و می‌گویند آمارها نشان می‌دهند مجازات اعدام باعث کاهش جرم و قتل نمی‌شوند. ژیارگل، بی بی سی. حتما میدونید که کرونا ویروس بسیار ریزیه. برای اینکه مقیاسی برای مقایسه داشته باشید همین کافیه که بدونید گلبول قرمز خون ما به طور متوسط 70 برابر بزرگتر از ویروس کرونا است. ویروسی کوچک با تأثیراتی بزرگ بر همه ابعاد زندگی بشر. مهمان نحس و ناخوانده‌ای که سبک زندگی جدیدی به ما تحمیل کرده و بسیاری از ما رو مجبور کرده که از خونه به شکل آنلاین کار بکنیم. مثلا مجلس عوام بریتانیا که یکی از قدیمی ترین پارلمان های جهانه بعد از هفته ها تعطیلی باز شده، اما تنها عده معدودی از نمایندگان میتونن در صحنه مجلس حضور داشته باشن، اون هم با رعایت فاصله. بقیه نماینده ها باید از راه دور با اپلیکیشن در جلسه شرکت کنند. البته از نماینده های دورکار خواسته شده کماکان بر اساس دستورالعمل های مجلس لباس رسمی بپوشند و در جلسات آنلاین با پیژامه حاضر نشند. جدا از بحث دورکاری نماینده های مجلس، در بسیاری از کشورهای جهان مراکز آموزشی به خاطر کرونا تعطیل هستند و آموزش از راه دور جای کلاس های درس رو گرفته. روش آموزشی که قبلا به این گستردگی استفاده نمی شد.
بعضی کشورها حتی امتحانات و جلسه دفاعی رو هم آنلاین برگزار میکنن. و شاید یکی از عجیب ترین و تازه ترین اتفاقات برای خیلی ها مراجعه آنلاین به پزشک باشه. برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، به ویژه در مطب‌ها و بیمارستان‌ها، پزشکان بسیاری بیماران رو با اپلیکیشن‌های مخصوص ویزیت می‌کنند. دکتر ممکنه گوش و گلوی شما رو بتونه ببینه، اما خود شما هم باید در مواردی کمک کنید. مثلا با درجه دمای بدنتون رو اندازه بگیرید. در نهایت هم در خیلی از کشورها داروخانه‌های آنلاین می‌تونن داروهای شما رو در خونه به دستتون برسونند. از تجربه رشد سرسام‌آور خرید آنلاین در سراسر جهان که بگذریم، بسیاری از اتفاقاتی که شاید هیچ وقت تصور نمی‌شد هم به عرصه دورکاری رفته و این شرایط جدید باعث شده خلاقیت بعضی‌ها هم گل کنه، مثل این مجری هواشناسی یکی از بخش‌های خبری محلی بی بی سی که با حفظ سمت موسیقی برنامه رو هم اجرا کرده. اما بعضی از برنامه سازهای تلویزیونی هم مجبور شدن که از منزل کار بکنند، از جمله این دو نفر، سینا ولی‌الله و شادی اسداللهی، مجری های برنامه چندشنبه با سینا که امشب به ما پیوستن. خوش اومدید به برنامه. سینا، با تو شروع بکنیم. اول از محاسن کار در خونه بگو. از محاسن کار در خونه، اول سلام کنم خدمت همه بینندگان عزیز و تورنای عزیز. شادی رو فکر می‌کنم اون طرف نمی‌بینم، ولی سلام به شادی. سمت این برته، سمت چپته. این بره؟ شادی جان سلام. و خدمتتون عرض بکنم که کار توی خونه، خب برای من با توجه به اینکه در طول هفته خب دو روز فقط استودیو می‌رفتم و باقی روزهای هفته رو کارهای مربوط به برنامه رو انجام می‌دادم، اونقدر تغییری نکرده. ولی خب سختی کار تولید رو خیلی زیاد کرده دیگه، به دلیل اینکه الان در حال حاضر تعدادی کسایی که با ما کار میکنن هیچ کس نیست جز فرداد فرزاد، همکار خودتون، همکار سابق خودتون، که الان من توی خونه فرداد هستم و این هم بکراند برنامه هست که ما از توی بالکن خونه فرداد ضبط میکنیم و قشنگ رودخونه و منظره زیبایی هست. ما هم تصمیم گرفتیم از روز اول برنامه رو همینجا ضبط کنیم. شادی، برای تو چه محاسنی داشته؟ قبل برنامه داشتیم صحبت میکردیم، دوست داری کار در خونه، یعنی محاسن هم داره، فقط بدی نیست. دقیقا، محاسن زیادی داره. من هم سلام کنم خدمت همه. اول یکی از محاسنش اینه که خب من توی خونه کنار پسرم هستم و بیشتر وقت میتونم باهاش بگذرونم. خیلی وقتا وقتی که داریم مصاحبه میکنیم، برنامه ضبط میکنیم، پسر من همینجا در کنارم نشسته داره تکالیفش رو انجام میده یا داره مثلا فیلم نگاه میکنه. و شوهرم هم پوریا ماهرویان که همکار شما هست، همونطور که فرداد جان اون ور کمک میکنه، این ور به من کمک میکنه، با کارهای تکنیکی رو انجام میده. و این مسافتی که باید بریم استودیو، درسته که دو روز میریم، خب به هر حال راه زیادی بود، صرفه‌جویی میشه. مهمون ها خیلی راحت تر صحبت میکنن، مهمون ها توی خونه خودشون خیلی حالت درد دل. یکی از محاسنش هم که خب سینا رو هم کمتر میبینی. آره، بهترین حسن هم. دورکاری اصلی در واقع میشه همینه که شادی داره انجام میده. برای من دورکاریه، دور از همکاریه در واقع مشکل نداره، دور از محل کاره مشکل داره که سخت میکنه کار. تو هم خوشحالی که خب چرا با هم کار میکنین؟ من چه اگه با هم بدین؟ همین این جذابش کرده، مثل این که آفرین، همین کلکل هاست. ما همینقدر که روی صحنه، جلوی صحنه کلکل داریم، پشت صحنه هم کلکل داریم. شادی، با توجه به اینکه پسر فیلم اشتباه کردین، پسر با اینکه پسر با توجه به اینکه پسرت هم تو خونه است، موقع ضبط میتونی راحت کارتو انجام بدی؟ چون من اصلا نمیتونم تمرکز بکنم به دلیل بچه.
درست میگید، بچه های شما کوچیک هستن. بچه های من الان 12 سالشه، خیلی هم درک میکنه و خیلی هم خوشحاله و نظرم میده. مثلا میگه الان موهات کمکم هست. کمکم هست، آره. خیلی مثلا دوست داره مهمونا رو میشناسه، بهش توضیح میدم که اینا کیان، چون هیچ وقت استودیو نتونست بیا بدریم که مدرسه داره اون ساعتی که ما ضبط داریم و خیلی جالبه براش، جذابه. سینا فرداد مزاحمتون نمیشه؟ مزاحم من یا مزاحم شادی؟ مزاحم تو، میتونی تمرکز بکنی؟ من در واقع میشه که اگر صادقانه، حالا اگر بخوام راجع به این قضیه صحبت بکنم، اگر فرداد نبود، بدون کمک فرداد من این برنامه رو نمیتونستم ادامه بدم، چون فصل برنامه ما دقیقاً یک هفته بعد از این قرنطینه یا متوقف کردن برنامه تموم میشد و ما الان فقط تنها دلیلی که داریم این برنامه رو تولید میکنیم به خاطر مردم هست و به خاطر اینکه احساس میکنیم که یک مسئولیتی داریم و سرگرم کردن اونها برای ما ارزش بیشتری داشت. برای همین ما تصمیم گرفتیم ادامه بدیم. حالا اگر شاید میخواستیم توی استودیو ادامهش بدیم، امکانش سخت بود به خاطر اینکه هزینه های زیادی داشت، ولی خب با این شرایط، با کمک فرداد و با کمک این منظره و شادی و پسرش و همسرش، ما این برنامه رو تونستیم در طول چند هفته گذشته. خب حالا پس فرداد رو استخدام کن بعد از این، وقتی برگشتین به استودیو. فرداد خیلی گرونه، به این راحتی ها نمیشه فرداد رو هزینه‌شو پرداخت کرد. همین با رفاقت و مرام باید رفت جلو. حالا یه سوالی از هر دوتون دارم. خیلی از کسانی که برنامه‌ش مشابه شما لیت نایت شو در منزل دارن تقییم کنن، از این مینالن که نبود تماشاچی زنده بسیار سخت میکنه کارشون رو. آیا شما اینو احساس کردین؟ ما آخه این مسئله رو حل کردیم. چطوری حل کردیم؟ ما تصمیم گرفتیم که به یه سری از علاقمندانی که دوست داشتن برنامه رو به صورت زنده ببینن و برای بچه های تیم خودمون، نویسنده ها، بچه های تولید، بچه های ادیت، و همه گفتیم به صورت آنلاین موقعی که برنامه داره ضبط میشه با ما همراه هستن از روی یه اپلیکیشنی به نام اپلیکیشن زوم و مجازی داریم. آره. دیلی داره ولی خوبه. اوکی. شادی، یه مشکل دیگه اینه که ما هم اینجا در بی بی سی داریم نبود گریموره. تو الان این مشکل رو چجوری داری حل میکنی؟ من دیگه خودکفا شدم. زیبایی های خداداد داری برای اینکه نه اینطوری نیست. من مالک همجور دارم میکشم یه چیزایی رو صورتم و یاد گرفتم با از همون گریمورایی که قبلا با اون کار میکردن یه سری چیزا دیدم، یاد گرفتم. خب استعدادت از من بهتره تو این چیزا. یه سوال دیگه، شما اکثر کادرایی که میبینین تو برنامه‌تون بالا تنه‌تون دیده میشه، آیا پایین تنه‌تون هم رسمی میپوشین یا اینکه پایین تنه پیژامه است بالا تنه رسمی؟ یه سوالی برای من پیش اومد که ما توی برنامه‌های دوران قرنطینه هیچ وقت لباس رسمی تنمون نبوده. رسمی تر دیگه، این کتو میپوشه دیگه، در حالت عادی که تو خونه کت نمیپوشی شما. بستگی داره، این بادی که الان داره اینجا میاد و ممکنه الان همه چی رو با خودش برداره ببره. حالا الان پایین تنه پیژامه است یا شلوار رسمیه؟ نه، باید بلند شد نشون بده. آره لطفا اگه میشه ثابت کنین که پیژامه، با پیژامه نیومد اینجا جلو توربین میبینی. مطمئن؟ همو میارم بالا. لباسش از شکم مادر اومدی بیرون، کچلوار تنت فوت شده میگه. ولی خب برای اجرای برنامه کچلوار دیگه تنم نمی کنم. برای اجرای برنامه متشکرم از فیلم برداره. فیلم بردارم به هر حال آقای فرداد فرزاد از توانایی خاص خودش رو اینجا بروز میده. ولی فکر کنی بزرگترین ضعف کار کردن و ساخت برنامه تلویزیونی در خونه چیه؟ بزرگترین ضعفش اینه که مثلا یه موقعی آدم انقدر ریلکسه، گاهی اوقات میتونی که مثلا خواب باشی و میدونی که الان داری میخوای ضبط بکنی. و یکی هم این که خب من شوهرم کار میکنه، پوریا همونطور که گفتم خب همکار شماست، فول تایم داره کار میکنه، سختشه اون وسط بیاد به من کمک کنه. خیلی هم واقعا مدیونشم به خاطر اینکه تمام این کادرها و این نورپردازی و اینا رو من بلد نیستم، ممکنه میکاپ بلد باشم، ولی خب خیلی از کارش باید بزنه و این چیزاست دیگه. سینا، نزدیک بودن به تخت برات مسئله ساز نیست؟ وقت من توی خونه کار میکنم، اینکه نزدیک تختم همش دارم خواهد برم یه چورتی بزنم. من به دلیل اینکه زیاد من خوابیدن و غذا خوردن رو جزو کارهایی میدونم که باید مثلا سر یه ساعت مشخصی انجامش داد. شب مثلا ساعت 11 12 بعد خوابید، ساعتای به خصوص هم باید غذا خورد. برای همین
در طول روز من تخت اگر اینجا هم باشه بازم آروم نمیگیرم که بخوام دراز بکشم. شادی تو جواب ندادی که آیا پایین تنت هم رسمیه یا اینکه اتفاقا که از سوالی که مخاطب پرسیدن من یه عکس گذاشته بودم، گفتن چرا کفش پوشیدی تو خونه؟ خب میتونی کفش نپوشید، شما که همیشه نیم تنتون پیداست. گفتم من اگه کفش نپوشم یا رسمی نباشم اون کاراکتر و اون پارت رو نمیتونم، یک حسی میخواد دیگه. به هر حال جوری با مخاطبا میخوایم احترام بذاریم، میخوای یک حسی رو داشته باشی. برای من جالبه که من لباس بپوشم، حالا نه رسمی به اون رسمی که توی استودیو میپوشم، ولی به هر حال کفش حتما. سینا تو خیلی از مشاغل میگن که بعد از این تجربه کرونا ممکنه یه چیزایی به گذشته بر نگرده. فکر میکنی که در کار تو ممکن هستش که بخشهایی رو مثل قبل انجام ندی؟ اگر قرار باشه که شرایط مثل گذشته نباشه، خب به طب ما مجبوریم یه تغییراتی توی برنامه بدیم. ولی اگر قرار باشه چیزی تغییر نکنه، قرنطینه تموم شده، آیا فکر می‌کنی که مثلا یه المان‌هایی از برنامه میشه به راحتی از خونه انجام شه یا اصلا لازم نیستش به اون شکلی که در گذشته انجام می‌شد انجام شه؟ فکر می‌کنی ممکنه جنبه‌هاشو تغییر بدی؟ من اونجوری فکر نمی‌کنم، ولی از این منظره میتونم بالاخره در قسمت‌های بعدی توی استودیو یه جوری استفاده بکنم، چون حیفه. خدا به فرداد رحم بکنه که تو مثل اینکه حالا قرار تو اون خونه لنگر بندازه. خونه فرداد و خونه ما تقریبا میشه گفت دیوار به دیوار اونقدر فاصله نه، مجبور تحمل بکنه. حالا چه بنده خدا هم به حال احتیاج به بنده خدا هم احتیاج داره یه ذره تنها باشه تو خونه‌ش اگه بهش فرصت بدی. من هفته یه بار بیشتر برنامه رو ضبط نمی‌کنم، فکر هم نمی‌کنم اینجا رو اجاره بده به کسی دیگه ای. پس بنابراین فقط منم هفته یه بار قراره من بیام اینجا برنامه ضبط کنم، تحمل میکنه. متشکرم از هر دوی شما، شادی اسداللهی و سینا ودی‌الله از برنامه چند شنبه با سینا. ممنون که با ما بودید. ممنون از شما. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.